حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با من است. آقای علیزاده خوش آمدید. تحلیل شما چی از سفر امانوئل مکرون به کشورهای عربی های شیخ خلیج فارس، به خصوص که صحبت از امضای قراردادهای جنگنده های فرانسوی هم داره مطرح میشه؟ صورت مسئله این چنین هستش که اساساً حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی خلیج فارس حوزه نفوذ ایالات متحده هستند، یعنی رابطه تنگاتنگی دارند و این هدف سفر انجام شده میتواند دو دلیل داشته باشه. یکی مسئله فروش سلاح‌هایی به این کشورها و دیگر هم این که مسئله توسعه مناسباتی که طبیعتاً فرانسه زیر سایه آمریکا رابطهش با این کشورها کمرنگتر شده بود. در مورد فروش سلاح ها این نکته رو بگم که از دو زاویه باید نگاه کنیم. یکی این که فرانسه بسیار ناراحت شد سر اون قراردادی که استرالیا با فرانسه داشت و بعد آمریکا یک زیردریایی اتمی به استرالیا فروخت و استرالیا قرارداد زیردریایی غیر اتمی که قرار بود از فرانسه بخره رو لغو کرد. حدود 60 میلیارد دلار ضرر زدش به فرانسه. فرانسه الان دنبال بازاریابی است برای سلاح‌های خودش. خب کجا بهتر از این کشورهای عربی که پول دارن. نکته دوم این هستش که کشورهای عربی هم در تنگنا قرار گرفتن برای خرید سلاح از آمریکا. بعد از آمدن آقای بایدن دیدید که مواضع بسیار سختی اتخاذ کرد نسبت به امارات و عربستان سعودی و فروش اسلحه من کرد، فروش اسلحه رو به این کشورها. خب این کشورها برای نوسازی و توسعه مثلا انبار تسلیحاتی خودشون نیاز به کشورهای دیگه دارن. خب کجا بهتر از فرانسه که تسلیحات پیشرفته میتونه در اختیارشون قرار بده. بنابراین میخوام نتیجه بگیرم که در خرید سلاح یک تمایل دو طرفه بین فرانسه و کشورهای عربی وجود داره. آقای علیزاده همین الان ما داریم تصاویری میبینیم، از تصاویر زنده ای داریم میبینیم از این سفر امانوئل مکرون و مقامات اماراتی رو میبینیم در تصویر با حضور رئیس جمهور فرانسه. سوال اینجاست که آیا فکر میکنید ممکنه فرانسه بتونه جای خالی نیروهای نظامی ایالات متحده رو در منطقه بگیره، یا اینکه اساسا کمرنگ شدن حضور نیروهای آمریکایی رو بتونه پررنگ بکنه؟ خیر، واقعیت این هستش که اگر آمریکا یک چنان نفوذی رو تو منطقه داره، تولید یا به اصطلاح در اصل یک روز این صورت نپذیرفته، در طول زمان چنین رخ داده. اگر امروز فرانسه بخواد این دانه ها رو بکاره، برای برداشتش زمان زیادی طول میکشه. اما در این حال من فکر میکنم که مسئله فروش سلاح که فروش فوریست، راحت و اسلحه میفروشن، درآمد حاصل میکنن، مسئله اصلیست. البته نکته خیلی مهم این که این سفر در زمانی داره انجام میشه که مذاکرات هسته‌ای هم داره در وین انجام میشه. آقای مکرون ملاقات‌های تلفن‌هایی هم با همتای ایرانی خودش داشته. کسی نمیدونه که یعنی مسئله بحث هسته‌ای، توان هسته‌ای ایران، مذاکرات وین که فرانسه هم یک طرف از مذاکرات هست در وین، میتوانه یکی از دستور کار این دیدار او با کشورهای عربی باشه که طبیعتاً ابراز نگرانی میکنن از پروژه برنامه ایران و بازگشت آمریکا برجام. بنابراین دستور کار متعددی در این سفر میتوانه باشه، اسلحه و توسعه همکاری منطقه‌ای و همچنین رابطه فرانسه و احیای برجام با ایران. موارد متعددی در دستور کار است. ممنونم از توضیحات شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل که از لندن همراه من شدید.